لوی جرگه در افغانستان با آزادی 400 زندانی طالبان موافقت کرد. دولت میگوید این تصمیم به گفتگوهای صلح با طالبان جانی تازه میدهد. ولی مخالفان چه میگویند؟ در برنامه امشب با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفتگو میکنیم و از او میپرسیم تصمیم دولت آیا قدمی جدید در راستای صلح است یا باجدهی به طالبان. علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه هم به انتقادها پاسخ میدهد. همچنین در برنامه امشب 60 دقیقه برکناری برایان هوک و جانشینی الیوت آبرامز در مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، پیام دولت ترامپ از این تغییر برای تهران چیست؟ تظاهرات بزرگ ضد دولتی در پی انفجار بیروت، معترضان خشمگین به ساختمان وزارت خارجه هجوم بردند. جشن بازنشستگی یکی از عوامل مرگ و میر تصادفات جاده‌ای در ایران، بعد از 3 دهه خط تولید پراید متوقف شد. و نگاهی به عملکرد دولت چین در مقابله با کرونا، رویکرد امنیتی و سیاسی عامل گسترش جهانی این ویروس بوده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در جریان تظاهرات ضد دولتی در بیروت پایتخت لبنان دست کم 110 نفر از معترضان زخمی شده و 10 نفر در بیمارستان ها بستری شدند. گزارش شده که دست کم یک نیروی امنیتی این کشور کشته شده. ساعتی قبل گروهی از معترضان ساختمان وزارت خارجه را اشغال کردند و پارچه نوشته هایی با مضامین اعتراضی روی این ساختمان نصب کردند. پیشتر هم پلیس ضد شورش به طرف معترضانی که قصد ورود به پارلمان را داشتند گاز اشکاور شلیک کرده بود. در تظاهرات امروز دست کم 7000 نفر در میدان شهدای بیروت جمع شدند. در این اعتراضا که همین حالا هم ادامه داره و تصاویر زنده اون رو میبینید، معترضان میگن که ناکارآمدی و سوء مدیریت دولت دلیل اصلی انفجار عظیم روز سه‌شنبه در بیروت بوده. در انفجار روز سه‌شنبه دست کم 158 نفر کشته شدند و 6000 نفر مجروح. به این خبر برمیگردیم، ولی فعلا به افغانستان سر میزنیم. سرنوشت 400 مرد زندانی در افغانستان روشن‌تر شده. افرادی که دولت افغانستان میگوید خشن‌ترین چهره‌های در بند طالبان هستند، با کارنامه‌ای از خون و انفجار. اشرف غنی رئیس جمهوری لوی جرگه یا نشست مشورتی سنتی افغان‌ها را فراخواند تا درباره آزادی آنها تصمیم بگیرد. رها شدن این 400 نفر جزء شرط‌های طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح با دولت است. پیش از این آمریکایی‌ها با طالبان توافق کرده بودند که 5000 زندانی طالبان از زندان‌های دولت افغانستان رها شوند. دولت افغانستان می‌گفت اتهام‌های 400 نفر از آنها آنقدر سنگین است که رئیس جمهوری اختیار آزادی آنها را در خود نمی‌بیند. حالا لوی جرگه به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه چراغ سبز نشان داده و گفته که میتوان آنها را آزاد کرد. قرار است فردا نتایج رسما اعلام شود. ولی آیا صلح در افغانستان دست یافتنی تر شده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از نسرین نوا. دومین روز جرگه بزرگ مشورتی قدمی دیگر به احتمال شروع مذاکرات برداشت. اعضای این جرگه به آزادی این زندانیان توافق نظر نشان دادند تا آخرین مانع مذاکرات از میان برداشته شود. با وجود این مخالفینی هم در نشست حضور داشتند. به صورت افراد طبعا تعدادی افراد بودند در داخل کمیته ها، شخصیت هایی بودند که اونا با اصل رهایی زندانی ها با در نظر داشتی که حال 5100 نفر زندانی طالب رها شده و باز هنوزم خشونت سطحش بالاست، با در نظر داشتی واقعیت ها مخالفت های هم در داخل کمیته ها وجود داشت. در این نشست بیش از 3000 نفر در قالب 50 کمیته نظرات خود را ارائه کردند. پیشنهادشان آزادی 400 زندانی است تا بهانه دیگری برای تأخیر در شروع مذاکرات وجود نداشته باشد. اما برای این آزادی شرط و شروطی گذاشتند. آزادی با ضمانت ملی و بین المللی. شروع آتش‌بس بی‌قید و شرط و گفتگوهای صلح به زودترین فرصت. مذاکرات به رهبری افغان‌ها. عفو نیروهای امنیتی که در بند دولت هستند. توقف جنگ طالبان با نام داعش. عدم مداخله کشورهای دیگر و حمایت آنها از طالبان.
دفاع از نظام و قانون اساسی افغانستان، حقوق بشر، زنان و آزادی بیان در مذاکرات آینده. تقاضا میشه به خاطر ارائه گزارش ریاست لوی جرگه با توجه به این پیشنهادات فیصله را روز بعد اعلام خواهد کرد. اما به باور برخی اشتراک کننده ها جرگه برای اعلام تصمیمی برگزار شده که قبلا نهایی شده و این نشست بیشتر در مورد چگونگی رهایی این زندانیان بوده. سوال بگونه تشریح شده بود که من برای اشتراک کننده های جرگه گزینه دیگری نباشه، یا جنگ است یا اینی آدم ها اعلام شوند و سه سال رو اندازی می شوند. با همین هم بانگ سوال هم تشریح شده بود، ولی مردم در کل آماده بودند که برای که از یک صلح برقرار شود افغانستان یا رهایی پیدا کنن و حداقل یک روزانه مصوبه بطرف شود. شماری هم از توجه به صدایشان در صورت رهایی زندانیان مطمئن نیستند. با اینکه مشوره های خود داشتیم و پیشنهادهایی و مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم، اما تا یکی تا چی اندازه میپذیرند و در قطعنامه جرگه مشورتی سال این موضوعات درج میشوه و جامعه عمل میکشه، ما هنوز اطمینان کاملی نداریم. نقد دیگری که با برگزاری این جرگه فعالان حقوق بشر را نگران کرده چشم پوشی از جرایم است به قیمت شروع مذاکراتی که پایانش ممکن است صلحی قطعی نباشد. کمیسیون حقوق بشر اخیراً بی‌توجهی دولت و جامعه جهانی به جوانب بشری رهایی زندانیان را تأسف بار خوانده و از اعضای لوی جرگه می‌خواهد حقوق قربانیان را نادیده نگیرند. مسئله آزادی بدون قید و شرط افراد محکوم به جرایم جنایی به تقویت فرهنگ معافیت و بخشش می انجامد و مسئله دسترسی قربانیان را به عدالت با محدودیت مواجه می سازد و این بسیار زیاد می تواند پیامد بد داشته باشد. از جانب دیگر ما از مردم افغانستان در جرگه ملی مشورتی می خواهیم که اینها روی مکانیزم کار بکنند که زمینه آسیب رساندن افراد که آزاد میشن در آینده به افراد ملکی به حداقل برسد. بنابراین تلاش شود که در آینده هم روی مکانیزم عدالت و پاسخگویی کار صورت بگیرد تا اینها در آینده هم معاف نشوند از چنین امری. سازمان ها و فعالان حقوق بشری مخالف رهایی این زندانیان هستند، اما طالبان بارها تاکید کردند که اگر این زندانیان آزاد نشن درهای مذاکره هم باز نخواهد شد، درهایی که به نظر میرسه دولت هم بدون شرط و شروط باز نمیکنه. اما ریاست لوی جرگه تاکید کرده که تصمیم اعضای این جرگه قطعا اجرا خواهد شد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از کابل با ما هستند. آقای حکمتیار، شما چندان نظر مثبتی به این جرگه و تصمیمات اون ندارید. با تصمیم لوی جرگه دولت میگه که مانعی از سرراه صلح برداشته شده. دلیل مخالفت شما چیه؟ بسم الله تعالی، سلام به شما و بینندگان محترمتان. باید عرض کنم که ما از هر اقدام مثبت و صادقانه در جهت خاتمه جنگ و تأمین صلح صادقانه و مجدانه حمایت میکنیم. بالای جرگه قانونی ممثل ملت و مشتمل بر نمایندگان منتخب مردم نه تنها هیچ مشکلی نداریم و اختلافی نداریم، بلکه از آن حمایت میکنیم. مشروط به این که تحت تاثیر هیچ جهت داخلی و خارجی نبودم و واقعا مرجع عالی و با صلاحیت تصمیم باشد، نه یک جرگه فرمایشی و مشورتی. متاسفانه نام این جرگه را بی جهت لوی جرگه و او هم مشورتی گذاشتم، در حالی که لوی جرگه قانونی تعریف و مشخصات خود را دارد که عالی ترین مرجع تصمیم گیری بودم. احد حقی ویتوی فیصله های جرگه را ندارد. جرگه فعلی و جرگه هایی که قبلا دایر شدند نه جرگه های عنعنوی بوده و نه هم لوی جرگه قانونی. لوی جرگه باید در رابطه با مهمترین قضایای کشور بالاتر از مستوای پارلمان
که پارلمان هم حق تصمیم نهایی را در او رابطه نداشته باشد. در این موارد باید دایر شود. دولت مکلف به تمکین در برابر فیصله های لوی جرگه می باشد. نه اینکه جرگه مشوره می دهد و تصمیم نهایی را مرجع دیگری می گیرد. در این شورا متاسفانه دیدیم که فقط مشوره خواستند. قضیه مربوط است به کسانی که جرگه را دایر کردند و اعضایش انتخاب کردند، جمع کردند، تصمیم نهایی را اونا می گیرند. در این صورت هیچ فایده هم، هیچ نتیجه برای شورا و نظریات و مشوره های مردم مرتب نمیشه. منظورتون از اونهایی که تصمیم میگیرن کیا هستن؟ اجازه بدین عرض کنم که ما معتقدیم که قضیه رهایی 400 زندانی طالبان ایجاب جرگی مشورتی را با این همه مصارف گزاف نمیکرد. اگر احیانا دولت ضرورتی را احساس میکرد که با نمایندگان ملت مشوره کنه، مشوره با پارلمان هم کفایت میکرد. اگر 4600 نفر بدون مشوره با هیچ مرجع به شمول پارلمان آزاد کردند، همه دوسیه های سیاسی و نظامی داشتند، در جنگ طرف بودند، افراد مربوط به جنایت بوده که طرف مخالف مسئله دولت است، اگر همه اینا میتونه بدون مشوره با هیچ مرجع دیگری رها شوند، مگر 400 نفر دیگری نمیتوانست رها شوم. و دیدیم هم که اینا فیصله غیر از این نکردن که نمیتوانستن هم بکنن، که چون ملت اکثریت قاطی ملت خواهان خاتمه جنگ و صلح است، تصمیم گرفتن که 400 زندانی باید رها شوم. آقای حکمتیار، گفتید که این جرگه شرایط جرگه واقعی رو نداره. اگر شرایط فعلی افغانستان رو در نظر بگیریم، آیا برگزاری لوی جرگه با مشخصاتی که شما گفتید امکان پذیر هست؟ امکان پذیر بود اگر انتخابات امکان پذیر بود، انتخابات پارلمانی امکان داشت، اگر انتخابات برای ریاست جمهوری به طور مکرر دایر شده. چرا باید انتخابات برای لوی جرگه، انتخابات برای شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی به تأخیر بیفته؟ دلیلش هم روشن است که متاسفانه برخی از جهات‌های داخلی و خارجی اصلاً از این بیم دارن، مانی ایجاد میکنن که یک مرجع عالی تصمیم به نمایندگی از همه ملت ایجاد شود که همه اطراف چه داخلی و چه خارجی مکلف و مجبور به تمکین برای و فیصلهایش باشه. اینا با دایر شدن این و یک لوی جرگه مشکلات خود را دارن، به خاطر نخواستن که انتخابات برای لوی جرگه دایر شود. ما امروز دارای یک لوی جرگه معتبر ممثل ملت و منتخب می بودیم. شرط طالبان آزادی 5000 زندانی بوده. اشاره کردید که 4600 نفرشون قبلا آزاد شدن، 400 نفر هم باقی مونده بود. چه راهی وجود داشت واقعا؟ خود دولت افغانستان میگه که در صلاحیت خودش نمیبینه. آیا واقعا راه دیگری وجود داشت با در نظر داشت این موضوع که گویا دولت افغانستان نمیخواد کاملا مسئولیت این موضوع رو بپذیره؟ تا جایی که من معلومات دارم مسئله این نبوده که دولت گویا صلاحیت نداشت و توانی را نداشت. کسی اعتراض میکرد، دولت به خوبی احساس میکنه که جز ایده محدودی که بر ادامه جنگ تاکید داره، وابسته به القای اجنبی هستند، همه ملت اکثریت قاطی ملت، قاطبی ملت خواهان صلح و خاتمه جنگ است. رهایی 400 زندانی مسئله خیلی عادی و ساده است، باید بدون تاخیر آزاد میشد. دولت هیچ مشکلی در این رابطه نداشت. معلومات ما ایست که دولت میخواست از جانب خارجی در رأسش امریکا این تضمین را بگیره که 5 سال دیگر هم اینا در اقتدار باقی میمانند و مصالحه با طالبا باعث نمیشود که این دولت کنار بره و جایش یک دولت قابل قبول برای همه جناها بگیره. به می خاطر این را به تأخیر انداختن، میخواستن از فشار از این به عنوان یک آله فشار استفاده کنن، عدم رهایی 400 زندانی طالبا، ولی به این هدف خود نرسیدن و اطمینان به اونا داده نشد. برعکس گفتن، با اینا گفته شده که
اگر اینا مانی ایجاد کنه، امریکا خود رابطه به رهایی 400 زندانی تصمیم میگیره، چون میدانیم که زندان بگرام را امریکایی ها ساختن و همه کسایی را که در این زندان نگهداری شده در این مدت طولانی توسط امریکایی ها دستگیر شده و در این زندان نگهداری شده، گفتن که ما خود وارد عمل میشیم و این افراد رها میکنیم. وقت این کردن که تا این مدت باید زندانی ها رها شوم و تا این مدت هم باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. مسئله قطعا این نبوده که گویا دولت صلاحیت رهایی 400 نفر نداشت و میخواست موافقه مردم را در این رابطه داشته باشه. اشاره شما اینه که گویا دولت وقت کشی میکرده به خاطر بقای خودش، ولی اگر نگاه بکنیم به میدانهای جنگ، اگر نگاه بکنیم به وضعیت سیاسی داخلی، آیا زمان به نفع دولت افغانستان هست؟ هرگز نه، زمان کاملا به ضرر دولت است. ولی اونا پروایی را ندارن که در کشور چی میگذرن، هر روز چه تعداد افغانای مظلوم کشته میشن و اونا میخوان که در اقتدار باقی بمانن. میخواستن جانب خارجی امریکایی را تضمین کنن که اینا در اقتدار باقی مانن. از مسئله 400 زندانی فقط به عنوان یک آلی فشار استفاده میکنن. شما خودتون هم تجربه امضای یک معاهده صلح با دولت افغانستان رو دارید و اینکه زیر چتر این نظام قرار بگیرید، در البته در شکل یکی از مخالفان این نظام، آنچه که از شواهد و قرائن برمیاد، آیا این مسیری است که طالبان هم طی می‌کنند؟ طالبان هم رای صلح را انتخاب کردن و یک تصمیم مناسب و معقول است، ما از حمایت می‌کنیم. نظر ما این بود که مذاکرات به جایی که با نیروهای خارجی صورت بگیره باید مستقیماً بین افغان‌ها انجام می‌شد. رای را که ما انتخاب کردیم، مذاکرات بین الافغانی، ترجیح می‌دادیم که طالبان هم همین مسیر را انتخاب کنند. به هر صورت یک مرحله سپری شده، اینا و امریکای مشکلات خود توانستن تا حدی حل کنن، علی‌الاقل توانستن روی برخی از مطالب با هم به توافق برسن. حال موقعی فرا رسیده که مذاکرات بین الافغانی دایر شد و تاخیر داری باعث میشه که تعداد بیشتری از افغانا کشته شوند و زخمی شوند و خونای بیشتری بریزند. باید از این جلوگیری کنیم. مذاکرات بین الافغانی باید در زودترین فرصت و بدون وضع شرایط و خواسته ها که مانی رسیدن به یک توافق میشن، مذاکرات برگزار شوند. ما موضع مشخصی در این رابطه داریم، در رابطه به صلح. نخست باید در این طرف، در طرف دولت، حکومت و اپوزیسیون اجماع سیاسی ایجاد شود. ثانیاً باید یک مرجع عالی تصمیم که اجماع سیاسی را تمثیل کنه، از حمایت اکثریت مردم برخوردار باشه و جناح‌های تاثیرگذار هم در تصمیم شریک باشم. این مرجع عالی تصمیم گیری باید ایجاد شود. ما فعلا در این رابطه با یک خلا مواجه هستیم. نه کابینه در این موقعیت قرار داره و نه پارلمان و نه دولت ممثل اکثریت مردم است. ولی آقای حکمتیار، باید کابینه میگه که اجماع حاصل شده. این منبع، این مرجعی که شما بهش اشاره کردید هم شورای عالی مصالحه است. شورای عالی مصالحه اصلا وجود نداره و این در نتیجه توافق بین دو جناب وجود آمده. ما معتقدیم که در سطح دولت و در رابطه به همه قضایای مهم ملی به شمول صلح و جنگ، حضور نیروهای خارجی، آینده افغانستان، شرایطی که طرف در رابطه به صلح داره، هر این صلح در این رابطه باید یک مرجع عالی به سطح دولت ایجاد شود، بنابراین که دولت، حکومت، کابینه، رئیس جمهور همه به تصمیمش تمکین داشته باشند. همین شورا، همین مرجع عالی تصمیم باید هم شورای عالی مصالحه را ایجاد کنه، هم هیئت مذاکره کننده را، هم طرح صلح را و خواسته های جانب را، خواسته های طرف مقابل که تا چه حد پذیرفتنی است، در مورد همه قضایا باید این مرجع تصمیم نهایی را بگیره. در رابطه با صلح نباید تصمیم در انحصار یک طرف باشه، مخصوصا طرفی که منافع خود را در ادامه
جنگ جستجو میکنه و مخالف صلح است. باید هیچ کسی حقی بی تو را نداشته باشه. این مرجع باید ایجاد شود. تا زمانی که این مرجع ایجاد نشده، فرستادن هیئت، وارد شدن در مذاکرات صلح یک کار بیهوده و بی‌نتیجه است. آقای حکمتیار، از شما در این لوی جرگه دعوت شده بود که این نظرات رو بیان کنید؟ ما نظر خود را در رابطه به لوی جرگه قبلا گفتیم، در لوی جرگه قبلی هم در رابطه به این لوی جرگه مشورتی که فعلا دایر شده ما شرایط خود را گفته بودیم. با توجه به شرایط ما، اونا نمیتونستن حضور ما را در این جرگه با شرایطی که ما داشتیم تحمل کنن. شما دیدین که حتی اعتراضات افراد حاضر هم بالا تو کوب جواب گفتن و وضعیت جلسه را حتما شما دیدین که کسی صدای مخالفت بلند کرده، با او چه برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی صورت گرفتن. ممنونم از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در کابل با ما. اما علی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه و رئیس حزب اقتدار ملی از کابل با ما هستند. آقای کاظمی، حرفای آقای حکمتیار رو شنیدید. بسیاری این انتقاد رو مطرح میکنن که این جرگه نمایشی بوده و پوششی بوده برای رسمیت بخشیدن به تصمیمی که دولت افغانستان گرفته تحت فشار آمریکا. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای موسوی و مهمان برنامه تان، که خدا کنه که صدای ما رو بشنوه، و جناب حکمتیار صاحب و بیننده عزیز شما. چنانچه که شما میدانین، در مورد زندانیایی که رها شده در حدود 4400 نفر و در بلوش 500 نفر دیگه که آزاد شدن، در مجموع 5100 نفر زندانی که آزاد شد، مردم افغانستان انتظار داشتند که شاهد کاهش خشونت می بودن. با توجه به این که توافقات در نظر گرفته شده بود، امضا شده بود میان ایالات متحده آمریکا و تحریک اسلامی طالبا، ولی متاسفانه ما شاهد کاهش خشونت به او اندازه ای که مردم افغانستان انتظار داشتن نبودیم. حالا دولت افغانستان تصمیم گرفت و به ویژه حکومت که اگر این 400 نفر از طالبا آزاد شوه، چی تضمین وجود داره که ما شاهد آتش بس بوده باشیم و همچنان شاهد کاهش خشونت بوده باشیم، بالاخره ما طرف گفتگوهای بین افغانی حرکت بکنیم. با مو جهت جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شد. ما یک اشاره جانبی میخوایم بکنم که جرگه مشورتی صلح که ما شاهد برگزاریش هستیم، ترکیبش اون جرگه قبلی است که یک سال و چند ماه قبل دایر شده بود. نماینده های مردم افغانستان به صورت انتخابی بود، از دورترین نقطه افغانستان مردم نماینده های خود فرستاده بودند، اهم از علما، شخصیت ها، متنفذین، اساتید پوهنتون‌ها و دانشگاه ها، جامعه زن ها، جامعه مدنی. ما ترکیبش تغییر ندادیم و با مو ترکیب اینا آمدن حضور پیدا کردن، خوشبختانه شاهد از اونها بودیم. منتقدان هم اون جرگه و هم این یکی، هم اون نشست و هم این یکی رو فرمایشی میدونن، میگن که تصمیم از قبل گرفته شده، میگن که دولت افغانستان چاره ای نداشته که این تصمیم رو مجبور بوده باید اجرا میکرده. حالا در یک کشوری که انتقاد نبوده باشد، بازم او کشور به جای نمیرسه، ولی انتقادات سالم باید بوده باشه، که عمدتاً انتقادات سالم است و کمک میکنه حکومت افغانستان، دولت افغانستان ما را کمک میکنه که ما خلاهایی را که اگر داشته باشیم، این خلاها در نظر گرفته شود. شما ببینید آقای موسوی، اگر این اجبار هم بوده باشه، اگر حکومت افغانستان دستور گرفته بوده باشه که باید این را رها بکنه، حکومت مجبور بود که به آرای مردم مراجعه بکنه. حالا حکومت از متن مردم بیرون شده، منبعث از اراده مردم است و امو مردمی که به حکومت رای داده بودن، به ریاست جمهوری رای داده بودن، امو مردم انتظار داشت که با نماینده های از اینا مشوره صورت بگیره. اگر اجباری هم بوده باشه که با اونا در میان گذاشته شود که ما مجبور هستیم که اینا را
رها بکنیم، در صورتی که اینطوری نیست. حالا اصل متنی که از جانب خود تحریک اسلامی طالبا مطرح شده که اگر این 400 نفر زندانی رها نشوه ما شاهد ادامه خشونت در داخل افغانستان هستیم، در دو سوالی که مطرح شده همون متن آمده و نماینده مردم افغانستان گفته شده که اگر این 400 نفر زندانی رها نشوه ما شاهد ادامه خشونت هستیم در داخل افغانستان. مردم افغانستان این را با هم دیگر مقایسه کردن که ما شاهد ادامه خشونت بوده باشیم یا 400 نفر زندانی رها شود. در پولی از او خوشبختانه که 51 کمیته که ما در داخل جرگه مشورتی اصول داشتیم، عمدتا نظرشان ای بود که ما حاضر هستیم که اینا آزاد شود، 400 نفر زندانی رها شود، ولی در پولیش شروط را اضافه کردن، شرطهای را اضافه کردن. آقای کاظمی ما این شرطها رو داشتیم در گزارش خیلی کوتاه. آیا تضمینی هست که این شرطها برآورده بشه؟ کوتاه لطفا. طبیعتاً این تضمین باید وجود داشته باشه. ای از جایی شروطی که ارائه میشه از جانب نماینده مردم افغانستان است، از جانب مردم افغانستان است. متاسفانه مردم افغانستان در بسیاری بحث‌ها به باوری جان دارند، ولی جامعه بین‌المللی در این رابطه خصوصا ایالات متحده آمریکا که جانب مستقیم هست که با تحریک اسلامی طالبا موافقتنامه را امضا کردن، اونا تضمین را ارائه بکنه به مردم افغانستان. حکومت هم مجبور است که دستور جرگه مشورتی صلح اجرا بکنه و در عمل باید ثابت بسازه بالاخره به مردم افغانستان. چون امروز ما پیش از اینکه خدمت شما بیایم، یک چند دقیقه پیش که ما در داخل جرگه مشورتی بودم، نظرات نماینده مردم افغانستان، نظرات کمیته ها را با هم دیگر یک جای می ساختیم که ایره در فردا ابلاغ شوه. عمدتاً مردم افغانستان تاکید کردن حکومت افغانستان مجبور ساختن که شما این نظرات ما را باید دنبال کنین و بحث تضمین هایی که از جانب جامعه بین المللی این باید در نظر گرفته شود. به خاطر از حکومت افغانستان مجبور است که برای مردم افغانستان پاسخگو بوده باشد. در یک بند آقای موسوی در یک بند اضافه شده در اونجا که به صورت مستمر مردم افغانستان باید در جریان گذاشته شود از طریق نماینده هاشان، از طریق مدیا، که کدام خلأ وجود نداشته باشه که حکومت یا غیر حکومت اینا پنهانکاری نکنه، مردم افغانستان در یک خلاق. سپاسگزارم از علی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه و رئیس حزب اقتدار از کابل با ما. همونطور که اشاره شد، در جریان تظاهرات ضد دولتی در بیروت پایتخت لبنان دست کم 110 نفر از معترضان زخمی شدند، ده ها نفر در بیمارستان ها بستری هستند. همکارم نفیسه کوهنورد همین الان از بیروت با ماست. تصاویری هم که الان میبینید تصاویر زنده است. نفیسه، کمی از حال و هوا و فضای اونجا بگو. دقیقاً چند دقیقه پیش با اینکه ما جای کاملا امنی ایستاده بودیم، من مشخص بود که خبرنگار هستیم، ارتش لبنان به ما حمله کرد، از گردن من گرفت و منو پرت کرد پایین تا وقتی که فهمیدن که ما از بی بی سی هستیم. به نظر میاد که واقعا این خشم تظاهر کننده ها هم از طرف نیروهای امنیتی به طرز بسیار عجیبی دارن حمله میکنن. ما یه خورده حرکت خواهیم کرد به سمت جایی که یه خورده بتونیم با راحت‌تر وایس محکم‌تر دیده بشیم. براتون توضیح بدم شرایط الان رو. حداقل 65 نفر امروز زخمی شدن در برخورد با نیروهای امنیتی در همین زد و خورد کشته شده. برای همین هم هست به نظر میاد که اینقدر الان ارتش لبنان داره با خشونت واقعا رفتار میکنه، یعنی حتی دیگه اصلا چک نمیکنه که کسی علامت پرس داره، یعنی علامت خبرنگاری رو رسانه دارن یا نه، به دوربین ها حمله میکنن. بوی گاز اشک‌آور رو از همین جا هم من حس میکنم، ولی تا این بالاتر که ما ایستادیم فقط داشتن مردم رو میزدن، پلاکارت‌های مختلفی رو حمل میکردن مردم. یه گروهشون پلاکارت‌های علیه حزب الله حمل میکردن، یه گروهشون دارن به میشل اون رئیس جمهوری لبنان
ناسزا میگن، به مقامات دیگه ناسزا میگن. و نکته جالب اینه که یک قانون رو وضع کرده بودن چند مدت پیش که این نوع توهین ها میتونه جرم محسوب بشه و بعضی ها میگن که این نحوه رفتار معترض ها واکنشی دقیقاً به همین وضعیت، به علاوه اون تمام خشمی که انفجار بیروت براشون به وجود آورده. در مرکز شهر بیروت امروز اسم تمام کسانی که کشته شدن رو گذاشته بودن. ما دیدیم بعضی ها حتی چوبه دار دارن با خودشون میبرن. وقتی ازشون پرسیدیم چرا، گفتن ما خشونت طلب نیستیم اما معتقدیم که جای تنها راه برای این رهبران، رهبرانی که به گفته اونها ناکارآمد هستن، چوبه داره. ما یه ذره بیشتر جلوتر میریم، مجبوریم توی کوچه ها داریم جلو میریم. البته خیلی ما سعی داریم میکنیم که در امن‌ترین شرایط ممکن به شما این گزارش رو بدیم. ببخشید که من مجبورم این رو در دست خودم بگیرم، این تلفن رو، بخاطر اینکه همکار دیگه هم باید مسئولیت چیزای دیگه رو داشته باشه. Stay here. We are the BBC. 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 Press, press, press. متاسفانه ارتباط ما با نفیسه کوهنورد قطع شد. بله، دوباره نفیسه به ما پیوسته. نفیسه، به نظرم اینطور میاد که بهتره که در یک جای امن قرار بگیری و جمال بذار یه چیزی بگم. جالبه که همین الان به این گروه ارتشی که جلوی من هست، وقتی بهشون گفتیم بی بی سی، رفتارشون با گروه قبلی که بودن کاملا فرق میکردش و از اون حتی حمایت هم کردن و گفتن که همراه ما بیاین. ولی به هر حال چون شرایط خیلی متشنجیه، خیلی سخته که تو بیای معرفی بکنی خودت رو به عنوان خبرنگار. در دست بقیه معترضان البته چماق میشه دید، راستشو بخوای، و به سمت نیروهای امنیتی دارن شیشه پرت میکنن. من خیلی عذر میخوام که نور روی صورت من داره کمتر میشه به خاطر اینکه نمیخوایم خیلی جلب توجه بکنه گزارش دادنمون. اما به هر حال واقعا کسانی که در تظاهرات لبنان بودن معتقدن این یکی از خشن‌ترین روزهایی که تظاهرات به چشم خودش دیده، تظاهراتی که مدت‌ها عملا متوقف شده بود. ممنونم از نفیسه کوهنورد. به نظرم میاد که بهتر نفیسه در این فضای پرتنش و آشوب زده فعلا به جای امن نقل مکان بکنه و حتما گزارش های تازه تری رو از نفیسه خواهیم گرفت. نفیسه رو، سفر نفیسه رو به بیروت آشوب زده بر روی سایت ما دنبال بکنید. همینطور نفیسه تازه ترین ها رو به ما در برنامه چشمنداز بامدادی و بخش های خبری متعدد ما خواهد گفت. باید یادآوری بکنم که امروز لبنان شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود، مشخصا بیروت پایتخت. نفیسه اشاره کرد که ده ها نفر از معترضان زخمی شدند. ما گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه 110 نفر زخمی شدند. البته نفیسه میگفت که تعداد اینها کمتره، ولی فضایی که در بیروت دیده میشه فضایی است از جهات زیادی کم سابقه. و اما دولت دونالد ترامپ، الیوت آبرامز، یکی از تندروترین چهره‌های جمهوری‌خواه رو به عنوان نماینده جدیدش در امور ایران معرفی کرده. با این حال مقام‌های ایران گفتند نشانه‌ها حاکی از رسیدن تحریم‌ها به آخر راه است. از سوی دیگر در حالی که 3 ماه بیشتر تا انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده، نگرانی‌های واشنگتن از دخالت خارجی از جمله از سوی ایران در این انتخابات بیشتر شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ با انتصاب این مرد به نمایندگی خودش در امور ایران چه پیامی را می‌خواست به دنیا بدهد؟ مردی که متحدان 3 دهه پیشش در آمریکای لاتین به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محکوم شدند و بستگان قربانیان آنها مثل این خانواده‌ها در السالوادور و گواتمالا هنوز عزادارند. 8 ماه پیش که دولت ترامپ الیوت ابرامز را به نمایندگی خودش در امور ونزوئلا منصوب کرد، حتی دموکرات‌های کنگره هم خیلی دل خوشی نداشتند.
اگر یک جناح نظامی در ونزوئلا دست به جنایت جنگی و نسل‌کشی بزند، ولی شما فکر کنید که در جهت منافع ملی آمریکا عمل می‌کنند، از آنها حمایت می‌کنید، آنگونه که در السالوادور و گواتمالا از آنها حمایت کردید؟ الیوت ابرامز حالا هم نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا است، هم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. سلفش براین هوک چنین بار سنگینی بر دوش نداشت. روزنامه واشنگتن پست نوشته اصلا هدف از برکناری براین هوک این بود که کاسه کوزه ناکامی های دولت ترامپ در مورد برنامه هسته‌ای بر سر او شکسته شود. اما الیوت ابرامز زمانی بر سر کار می آید که شاید فرصت چندانی برای نتیجه دادن سیاست‌هایش نداشته باشد. برای کسی که سابقه‌اش نشان می‌دهد به کودتا و تغییر حکومت‌ها تمایل دارد، پیروی از رئیسی که می‌گوید هدفش کشاندن ایران پای میز مذاکره است، کار آسانی نیست. ایران داره می‌میره که با ما توافق کنه، ولی ترجیح میده با بایدن توافق کنه. اگر من در انتخابات برنده بشم، در زمانی خیلی سریع با ایران به توافق می‌رسیم. ایران شاید ترجیح دهد جو بایدن در انتخابات پیش روی آمریکا پیروز شود، اما به نظر نمی رسد پیروزی او مساوی با لغو فوری تحریم ها باشد. با علامت هایی که داریم دریافت می کنیم از کشور، هرچند که لحن مقام های ایران خوشبینانه است، این هستش که روزهای پایانی تحریم هستش. شاید خوشبینی مقامات ایران پایه محکمی نداشته باشد، اما طرفداران تحریم همچنان برای پابرجا ماندن فشار حداکثری بر ایران تلاش می‌کنند، حتی اگر ترامپ در انتخابات شکست بخورد. بارها و بارها میگفتم بعضی از حامیان تحریم حتی روی بدبینی همیشگی رهبر ایران نسبت به آمریکایی‌ها حساب باز کردند. مارک دوبوویتس، مدیر یک اندیشکده حامی تحریم، در این مقاله چنین نوشته است: آیت الله خامنه ای معتقد است هیچگاه نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد و از نگاه او دموکرات ها میتوانند از جمهوری خواهان هم خطرناکتر باشند. اما نویسنده در ادامه مقالش به نگرانی حامیان تحریم اذعان میکند. آیت الله خامنه ای میداند در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها میتواند تا چند سال نفت ایران را بدون هیچ کنترل و محدودیتی بفروشد. به خاطر این قبیل نگرانی های دولت ترامپ و حامیانش است که چند تیر پیش انتخاباتی از کمان آنها رها شده، چه بسا در تاریکی. انتصاب الیوت ابرامز، تلاش برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل و هر آنچه طی 3 ماه آینده از میز گزینه‌های دولت ترامپ سر برآورد. سیاوش اردلان، بی بی سی. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا، از همین شهر در ایالت پنسیلوانیا با ماست. آقای نوربخش، از نظر شما دلیل این جابجایی چیه؟ من موافق هستم جناب موسوی. سلام به شما عرض میکنم و شنوندگانتون. من موافق هستم با گزارشی که آقای اردلان داد. این به اصطلاح میرید، ترامپ الان در موقعیت قرار گرفت که در سیاست خارجی هم با اروپا، هم در حقیقت با آسیا، هم با کره شمال و غربی کاملا با شکست مواجه شده. جنگ های تجاریش با شکست مواجه شده و در مورد ایران نتونستن به اون نتیجه‌ای که آمریکا میخواست برسه. نتیجه هم این بود برای آمریکا. اونها میخواستن که اقتصاد کشور رو فروپاشی بکنن. حالا اگه در سایه این فروپاشی تغییر رژیمی هم صورت میگرفت، به هر بار میگرفت، به هر بار تغییر رژیم در این برنامه بود. اما چیزی که به هر بار براین هوک بیشتر مسئول اون بود، این بود که ایران رو به پای میز مذاکره بشونه، که این اتفاق نیفتاد. و در این چند ماه آینده که به انتخابات مونده است، به هر بار این جایگزینی برای فشارهای بیشتر به ایران، یه شخصیت الیوت ابرام کاملا مشخصه و یک نیوکان بسیار در حقیقت معروفه، در حزب جمهوری خواه جایگاه خاصی داره افکار او، و این برای فشار بیشتر بر روی ایران در طول چند ماه آینده تا انتخاباتی که در پیش روست. حالا فشارهای بیشتر در این چند ماه ممکنه که دستاوردی رو عاید دولت ترامپ بکنه؟ فکر نمی کنم. ببینید، دولت ترامپ مشکل بزرگی که در حقیقت داشت همین فشارهای حد اکثری بود، و دومین اشتباهی که اینها مرتکب شدن، براین هوک مرتکب شد، اینه که دست به اصطلاح دراز کرد به سمت مخالفین خارجی ایران در خارج از کشور.
اینها هیچ ارزیابی مثبت و درستی از این نداشتن که این مخالفین خارجی اینها هیچ پایه اجتماعی در درون ایران ندارن و قول و قراری که به هر بار این گروه ها میدادن از سلطنت طلب گرفته تا مجاهدین تا بقیه، به هر بار اینها همه پوچ و خالی از آب در اومد و بیشترین هم خودش رو برانه گذاشت روی این نیروهای خارجی و در این رابطه به هر بار نشون داد که کارگر نیست، کارگر نمیتونست باشه و به هر بار وقتای بسیاری ایفامیل شد به جای اینکه زبان بهتری انتخاب بکنه واشنگتن و کوشش بکنه ایران رو متقاعد بکنه یا تشویق بکنه که به پای میز مذاکره. آقای ترامپ گفته که اگر برنده بشه مسئله ایران رو حل میکنه، با ایران به توافق میرسه، به معنای این است که او قصد داره انعطاف نشون بده؟ به احتمال قوی، یعنی هم ایران به نظر من سر تحریم ها، ببینید آمریکا درسته که در تحریم ها به نتیجه‌ای که میخواسته نرسیده، اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده یک اقتصاد کاملا در حقیقت شکست خورده فروپاشیده شده است و نه ایران در آینده در بعد از انتخابات آمریکا دیگه میتونه تحمل بکنه که یه چنین وضعی رو ادامه بده و نه دولت آمریکا به هر بار دیگه ابزاری در دستش هست که بتونه فشار بر ایران تحمیل بکنه. و میدونید که الان که صحبت از سر بحث های این قرارداد 25 ساله با چین، یکی از چیزهایی که چینی ها از ایران میخوان دقیقاً حل مشکلات بین المللی خودشونه با دنیای بیرون و خصوصاً با آمریکا، به خاطر که چینی‌ها به دنبال این هستن که اگه با ایران وارد هر مراوده‌ای میشن تحریم‌های خارجی روی ایران نباشه. اینه که ایران از هر جهات در حقیقت دستش بسته است و مجبور هست که بیاد به سر میز مذاکره بشینه. حالا اگه بایدن انتخاب بشه بهتر، اما من یه شاید فرق بکنم با بحثایی که الان شده است. بایدن هم اگه به برجام برگرده نور به عنوان یک قدم اول انتخاب میکنه، ایران بعد خودش رو آماده بکنه برای مذاکرات بعدی. ممنونم از مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل از ایالت پنسیلوانیا آمریکا با ما. اما خودرو پراید که تقریبا 3 دهه در جاده های ایران جولان میداد بازنشسته میشه. البته دقیق ترش اینه که خط تولید پراید متوقف میشه و زمان رخت بربستنش از خیابان ها البته هنوز روشن نیست، احتمالا کمی زمان میبره. اما این مراسمیه که در تاریخ 16 مرداد 99 یعنی 2 روز قبل بازنشستگی پراید در اون جشن گرفته شد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران حکم بازنشستگی این خودرو رو امضا میکنه، هرچند که 2 هفته پیش در آخرین روز تیر ماه آخرین پراید از دالان کارخانه سایپا بیرون اومد و امضای خداحافظی کارخانه رسما روی اون نقش بست. پراید 111 ای که در حقیقت تولید اردیبهشت ماه بود. پیش از اون خط تولید پراید 132 هم در دی ماه 98 متوقف شده بود. و اما خبر این بازنشستگی دور از انتظار نبود. مدت ها بود که هم شهروندان و هم کارشناسان انتقادهای فراوانی به این خودرو داشتند. اینجا آقای واعظی زیر امضای خودش ابراز امیدواری کرده که خودروی ایمن، زیبا و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره و جایگزین پراید بشه. اگه فاکتور زیبایی رو کنار بگذاریم، عمده انتقادها به پراید در وهله اول ایمن نبودن اون بوده و بعد از اون هم به قیمت بالایی که مشتری باید برای این خودرو میپرداخت. همین امروز پراید 111 نو به قیمت 91 میلیون تومان در بازار معامله میشه که نسبت به درآمد متوسط در ایران قابل توجهه. شمار قربانیان سوانح رانندگی در ایران بالاست. دلایل اونم گوناگونه، از کیفیت خودروها و امکانات جاده ها تا فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین در ایران. با این همه به گفته پلیس راهور ایران، پراید بزرگترین نقش رو در تصادف های جاده ایران داشته. کمال هادیانفر از پیش هشدار داده بود که از سال 99 پراید دیگه شماره گذاری نخواهد شد. 4% از جانباختگان و مجروحان در تصادف، یعنی در 100 تصادف 34 نفر یا مجروح میشن یا فوت میکنن در خودروی پراید.
خودروی پراید خب ایمنی کافی رو نداره و همه اراده بر اینه که انشالله از سال 99 توقف تولید پراید باشه و ما دیگه شماره گذاری نکنیم. بله، هرچند ناایمن بودن پراید رو بعضی قبول نداشتن و ندارن، دلیل آمار بالای قربانیان این خودرو رو هم تولید انبوه پراید میدونن. این صحبت‌های مهرداد بزرپاش مدیر عامل پیشین سایپا. البته خب برخی از این جست هم هست دیگه، پلیس میخواد مثلا بگه چی، میگه پراید. خب برخی بیشترین حجم ماشین پراید باشه، خب فراوانی تصادفا بیشتر اونه. خب این یک دونه مجروح هم زیاده، چه برسه کشته. این حرف درسته، نباید حتی یک تونش هم زیاد. من تو یه به نظر میاد حرف سطحیه مطرح میکنم بعضا که آقا این چون که مثلا تصادف، بله پراید از منظر من باید از مدار خارج بشه. همین الان خودروسازا حتما باید مدار خارجش کنن، مدار تولید از من. نه به این منظور که انقدر خودروی غیر ایمنیه که همینجور داره میره مردم دارن کشته میشن. این حرف کارشناسی نیست. اگه مثلا میگن غیر ایمنه باید بگن کجاش. در هر صورت هرچی هست، آمار چشمگیر قربانیان پراید نقش مهمی در سنگین کردن وزنه به سود خارج شدن اون از دور داشته. حالا چالش اصلی ارائه جایگزینیه که بتونه ایمن باشه و ارزان و البته به تأکید آقای وایزی و مقام‌های دولت زیبا. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل از مراغه آذربایجان شرقی با ماست. آقای مهاجر، چه خودرویی میتونه جایگزین پراید بشه؟ من فکر میکنم که هیچ خودرویی در آینده جایگزین پراید نخواهد، به خاطر اینکه یک ویژگی‌های در پراید بود که تا آخرین مدلش هم که در کارخونه در مد بیرون رعایت شد، این بود که در تمام این مدت هر دو کارخونه خودسازی که پراید تولید میکردن در حقیقت از تولید پراید زیان میدیدن و این در کارنامه هاشون بود. بیشترین سود پراید رو در حقیقت در بازار هم خریداران تک، یعنی اشخاص عادی، و هم کسانی که به خرید و فروش اتومبیل در بیرون اشتغال دارن میبردن. همین الان ما صدها هزار خودرو صفر کیلومتر پراید در اختیار مردم داریم. شما متوجه خواهید شد تا سالها، تا شاید ماهها و سالها همچنان پراید صفر کیلومتر در بازار باشه. پراید یک خودرو بدنام شد به دلیل فراوانیش و ارزانیش و اینکه طبقه جوان و کسانی که اولین بار سوار ماشین میشدن این خودرو رو میگرفتن و مهمترین تضادهاش در بود، این خاطر بود که این خودرو در حقیقت در دست کسانی بود که برای اولین بار گواهی نامه میگیرن یا اینکه از اون خودرو استفاده تجارتی میکنن. خب اگر ما یک آماری میتونستیم بدیم که پراید ها چقدر راه رفتن در طی چند میلیارد کیلومتر این را تصادف شدن و تلفات دادن، اون وقت میشد که نتیجه بهتری کرد. من فکر میکنم که هیچ خودروی جایگزینی نخواهد شد، بخاطر اینکه این نرخی که ما در بازار آزاد میبینیم در حقیقت نرخ واقعی خودرو همونجاست که مردم پرداخت. بسیار ممنونم از مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل از مراغه در آذربایجان شرقی با ما. ویروس کرونا تا امروز جان بیش از 700 هزار نفر رو در جهان گرفته. بعضی کشورها انگشت اتهام رو به طرف حکومت چین گرفتن و این کشور رو به خاطر پنهانکاری مسئول شیوع بیماری میدونن. ژیار گل گزارش میده. مراکز شهری را تعطیل کرده، قبرستان ها را آباد. ویروس کرونا ده ها اقتصاد کوچک و بزرگ جهان را در آستانه ورشکستگی قرار داده. بسیاری میپرسند چگونه به اینجا رسیدیم؟ آیا میشد این ویروس را از نطفه خفه کرد؟ برای بررسی شیوع ویروس کرونا باید از شهر ووهان چین شروع کرد. دی ماه سال گذشته، بازار فروش حیوانات زنده ووهان، حیواناتی که بسیاری از آنها کمیابند. دی ماه سال گذشته تعدادی از فروشندگان این بازار برای درمان بیماری عفونی ریوی بستری می شوند. عفونتی مرموز که هیچ دارویی روی آن مؤثر نیست. ششم دی ماه نتیجه آزمایشگاه نمونه برداشته شده از یک بیمار وجود ویروس کرونا را آشکار می کند.
این در ضد تروریسمه. برای چندین ساعت مقاومت میکنه. همچنین ضد انفجار هم هست. دکتر استیون بیکر سال هاست روی خطرناکترین ویروس های جهان تحقیق میکند. اون نحوه انتقال ویروس از حیوان به انسان را مطالعه کرده. آیا ممکنه این ویروس از مرکز تحقیقاتی ووهان به بیرون منتقل شده باشد؟ این ویروس به نظر میاد در میان حیوانات میچرخه. به احتمال زیاد خفاش و حیوان پانگولین، پستانداری که نقش واسطه داشته. احتمالاً ویروس در بازار ووهان منتقل شده. ابتدا اپیدمی شده و بعد همه گیر جهانی شد. مقامات چینی در ووهان برای هفته ها پنهان کاری کردند. آنها احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان را رد کردند. چطور میشه از فاصله چند صد متری یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقات بین المللی مرتبط با کرونا ویروس بیماری به وجود میاد و اینقدر دیر گزارش میشه به دنیا؟ دانشمندان چینی که در اون مرکزها تحقیق میکردن این زودتر فهمیده بودن و همین هم باز یک سواله که چرا اول گزارش شد حیوان به انسانه، همون موقع گزارش نشد که هم میتونه حیوان به انسان باشه هم میتونه انسان به انسان باشه؟ اما پزشکان در خط مقدم برخلاف دولت همدیگر را آگاه می‌کردند که ویروس قابل انتقال است. لیون لیونگ پزشک بیمارستان ووهان در پستی در فضای مجازی هشدار داد ویروس مرگبار است. در عرض یک ساعت او به دفتر بیمارستان فراخوانده شد. به او دستور داده شد دیگر درباره شیوع بیماری بحث نکند. پزشکا و پرستارا رو مجبور کردن به مراکز پلیس برن و اونجا تعهدنامه هایی رو امضا کنن که اطلاعات غلط منتشر کردن و تعهد دادن اذهان عمومی رو تشویش نکنن. اواخر دیما مردم ووهان برای بزرگترین جشن، جشن سال نو چینی آماده می شدن. برای اقتصاد این کشور یعنی میلیاردها دلار داد و ستد. دولت از سفر میلیون ها نفر برای دید و بازدید عید جلوگیری نکرد. الفبای کنترل بیماری میگه اون منطقه باید بسته بشه، تردد کم بشه که این بیماری گسترش پیدا نکنه. ولی اونجایی که یک موضوع بهداشتی سیاست زده میشه دیگه کاربردهای علمی صدایی نداره. در 27 دی ماه دولت چین جلسه تلفنی در پکن برگزار کرد. ماها بعد صورت جلسه این گفتگو به خبرگزاری آسوشیتد پرس رسید. در این جلسه کارشناسان بهداشتی هشدار می‌دهند شیوع بیماری از انسان به انسان امکان پذیر است. به مقامات می‌گویند چین باید برای ویروس همه‌گیر آماده شود. اما در تلویزیون دولتی مقامات بهداشتی خطر بیماری را کم اهمیت جلوه دادند. و سازمان بهداشت جهانی هم حرف‌های مقام‌های چینی را تکرار کرد. باور ندارم که سازمان بهداشت جهانی در پنهانکاری دست داشته. ما به وظیفه‌مان عمل کردیم تا اطلاعات به دست آوریم و آن را به اعضای این سازمان بدهیم تا از شهروندان حفاظت کنند. ما مرتباً اطلاعاتی که داشتیم به طور شفاف منتشر کردیم. کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی موظفند ظرف 24 ساعت این سازمان را از موارد مشکوک بیماری‌های همه‌گیر آگاه کنند. اما چین برای هفته‌ها با جامعه جهانی شفاف نبود. اگه ما با عجله اعلام می‌کردیم که ویروس مصریه، این باعث آشفتگی مردم می‌شد. ما در مقابل جامعه باید با مسئولیت عمل کنیم. می‌بایستیم مدارک رو ارزیابی کنیم، بعد مردم رو مطلع کنیم. فکر نمی‌کنم خارجی‌ها اینو درک کنن. تا 28 دی ماه چین تنها 45 مورد ابتلا به ویروس کرونا را در سراسر این کشور تایید کرد. اما محققان بریتانیایی عدد واقعی تنها در ووهان را نزدیک به 4000 نفر تخمین زدند. برخی از شهروند خبرنگاران ووهان از تلفات بالا گزارش می‌دادند. نمی‌ترسم. روبروم ویروس کرونا است، پشت سرم نیروهای امنیتی چین.
تا زمانی که در این شهرم به گزارشام ادامه میدم. حزب کمونیست چین، فکر میکنی از شما میترسم؟ رسانه ها و دستگاه تبلیغاتی دولت چین داشتن میگفتن که اونا خیلی سریع عمل کردن، رهبران این کشور سریع ویروس کرونا رو کنترل کردن و حتی به هم دیگه هم تبریک میگفتن. اما عده انگشت شمار مثل این مرد جرأت کردن که روایت حکومتی رو به چالش بکشن. حکومت قصد داره حقیقت و اسناد انفجار بیماری همگیر رو پنهان کنه. چند جاشه و چندین شهروند خبرنگار ووهان دستگیر شدند. تا به امروز از سرنوشت آنان خبری نیست. مسلمه که وقتی مردم بدونن که بیماری خیلی خطرناکی هست که ممکنه که در حد زیادی در واقع مردم رو از بین ببره، میتونن اعتراضات وسیعی رو سازمان بدن. به خصوص این دولت‌ها که بر مبنای یک ساختار در واقع اقتدارگرایانه خودشون رو سامان دادن، نگران میشن که چه بسا مردم حرکاتی انجام بدن که نتونن اون رو کنترل بکنن و به تحولات اجتماعی وسیعی بیانجامه. این در مورد کشورهای مثل چین و ایران به شدت صدق میکنه. ویروس جدید کرونا و محدودیت تردد در قرنطینه دو شهر دیگر چین برای جلوگیری از افزایش قربانیان ویروس جدید کرونا. 9 روز پس از هشدارهای رسمی کارشناسان بهداشتی چین درباره همه‌گیری ویروس کرونا، دولت چین در 3 بهمن ماه شهر 11 میلیونی ووهان را قرنطینه کرد. به دنبال ووهان برای صدها میلیون نفر در سراسر این کشور محدودیت رفت و آمد وضع شد. اما بستن درهای ووهان زمانی رخ داد که ویروس پشت در بود. در حقیقت ویروس داشت به سوی شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای جهان در حال حرکت و توسعه بود. ایران هم به حالت آماده باش در آمد. Japan has confirmed its first case of the coronavirus in the UK. The first confirmed cases here. پس از قرنطینه ووهان، همسایگان چین مرزهایشان را به روی این کشور بستند. اما پروازها بین ایران و چین در اوج شیوع کرونا متوقف نشد. بررسی اطلاعات پروازها نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی ماهان که به سپاه پاسداران نزدیک است، در 2 ماه پس از قرنطینه ووهان بیش از 150 پرواز بین چین و ایران داشته است. کشوری مثل ایران که فاصله بسیار زیادی داشت و باید این اپیدمی خیلی دیرتر به ایران میرسید، کماکان مثل این که یک کشوری هممرز و راهروی رفت و آمد افراد از طریق هوایی باز گذاشت. اگر ایران در مراحل اولیه بهتر کنترل میکرد مرزهاش، دیرتر و با شدت کمتر و با فوت کمتر میتونست مدیریت کنه این بیماری. باید یادآوری بکنم که نسخه مفصل این گزارش رو میتونید بر روی سایت ما ببینید bbcpersian.com. ممنونم که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.